این هرگاه دو یا سه نفر به نام من جمع بشن من اونجا هستم خدا را شکر عیسی اینجاست طبق وعده خودش من همیشه فکر میکنم وقتی عیسی مسیح در آخری به دنیا آمد چند نفر بیشتر اونجا نبودن مریم بود چند تا گوسفند و حیوان و خروس و مرغ و غیره و زالگ اونجا که نقاشا میکشن و بعد فرشته خدا آمد و تولد عیسی مسیح می‌بینیم که اونجا صورت میگیره وقتی رو صلیب بود عیسی تنها بودش حتی پدر رو ترک کرده بود اگه اذیت میکنم من اینو اوکی حالا درست شد وقتی رو صلیب بود عیسی تنها بود و یه جورایی خدایی که اهل مشارکت و مشارکت به وجود آورده گویا عادت کرده که ببینه که آدما با او هستن یا نیستن ولی خدا شکر ما اینجا هستیم ایزانی هم از طریق اینترنت ما رو تماشا میکنن خدا شکر و مطمئنم در طول هفته و زمان بسیاری هم کلام خدا رو این سرود ها خیلی قشنگه اولین سرودی که من سال 1982 سا مرتدا چند سالت بود؟ 7 سالش بود شما به دنیا نیمده بودید من شهیدم به ایسا به عیسی ایسا بوده وقتی زده بودم در شکسته بودم پس سود قدیمی به سن ما قبل از ماست ولی واقعا یادم میاد که به ایسا گفتن چه قشنگه خیلی چیزاست که ما نمیتونیم به دیگران بگیم خیلی چیزاست که ما وقتی به دیگران میگیم شاید پشیمون میشیم خیلی چیزاست وقتی به دیگران میگیم شاید نتیجه نمیبینیم شاید فن نتیجه برعکس ببینیم شده با کسی مشورت کنیم پشیمون میشه کاش من نمیگفتم به این شخص حقیقت همین استش ولی چه خوبه که میتونیم به ایسا بگیم به ایسا بگیم امروز میخوام راجع به موضوع مهم صحبت کنم یک بنری هم درست کردم اگه خیلی میشم عیسی مسیح عمیقا برای دردهای شما اهمیت قاله. من راجب به دردها نمیخوام صحبت کنم بلکه راجب به میخوام صحبت کنم تصمیمی که ما گرفتیم اینه که برای مدت زیادی بیشتر راجب خود عیسی صحبت کنیم ولی واقعا اینه که یه پارادوکسه یعنی دردها هستن ما اونو تجربه میکنیم دردای شما با دردای من فرق میکنه دردای من با شما فرق میکنه این قشنگی دردا هستش چون اگه همه یه جور بود چقدر سخت در میشد نه فکر کنید آدم وقتی نگاه میکنه بعضی از افراد در یک جای یک درد مشترک دارن حالا کی میخواد به کی امید بده ولی موضوع اینجاست که دردها هستن ولی نکته مهمتر اینه که عیسی برای دردهای ما عمیقا ارزش قائله تموم شد بریم نه به نام عیسی مسیح میخوایم صحبت کنیم پیام بسیار بسیار منحصر به فردیه که در کتاب مقدس ما باید کاملا نو بدونیم من دیدم ایمان داره که سالها از ایمانشون گذشته حتی امروز هم من تماس گرفتن نمیگم از کجا ای ایران ولی این شخص ایماندار قدیمی بود میگفت که من خسته شدم میخوام خودکشی کنم بودم جان چند سال ایمان آوردی واقعا اگه ما نفهمیم که چطور خدا ما رو دوست داره و چقدر برای ما ارزش قائله برای درد ما برای مشکل ما و برای زندگی ما جاهایی میرسه کم بیاریم چون نشتاختیم در مورد ازدواج ما اینطوره خدا قسمت کنه کسی که مجرد ازدواج کنید خدا باشه ولی واقعا شناختی که از عمده ترین و مهمترین اصول اساسی است که ایماندار باید داشته باشه همه ما انسان ها از آن او هستیم آمین کوچک بزرگ زن مرد فرق نمی کنی. پیام انجیله در بعضی از مکادب و اعتقادات که در دنیا رایجه مردم طبقه بندی میکنن مثلا مردم مهمترن زنا پایینترن در زمان مسیح اتفاق افتاد در زمان رسولان اتفاق افتاد متاسفانه برای خانم ها و بانوان اونجوری که باید ارزش قائل نبودن و در طی زمان همینطوره این نمیفهمه پیش شده راجع حرف نزن این بچه هست ها هیچ نمیفهمه پس یه فرقی هست و در مسیح همه یکی هستن تجربیات فرق میکنه تجربه در تعالیم فرق میکنه پیشینه ها فرق میکنه ولی همه یکی هستن اغلب ما از خردسالی از بچگی یاد گرفتیم که خدا ما رو دوست داره اقلا من یادم بیبی بی من که ایشون معلم قرآن بودن جاشون خالی دلمون براشون تنگ میشه همیشه به ما یاد داده بود و میده که و بسیار درس میدم میگن که خدا ما رو دوست داره در مسیحیت اینو بارها شنیدیم و ما باید بابت اون کار رو انجام بدیم این چیزیست که در مذهب هستش خدا دوستت داره برای توی کار انجام بدیم مثلا اینوری نماز بخونی حالا آقایون خانمای یهودی یه, یه جور دیگه نماز میخونن دعا میکنن بودایی ها و ها یه جور دیگه. یه کاری باید بکنی با در مسیح که ما البته تفاوت رو خیلی گسترده میبینیم بالا میبینیم در واقع یک از تفکرات مذهبی هم گفتم که همیشه به مردم گفته میشه مخصوصا در میان ملت و مردم ما و به عبارت صادقانه و بگم که چون قادر هستیم که به طور کامل این کار رو انجام بدیم احساس گناه میکنیم حتی در مذهب مسیحیت بیرسی مذهب مسیحیت هم هستش بعضی هستن که مسیحیت رو مذهب کردن مذهب مسیحیت هم ما میبینیم اینطوره مردم مسیح هستن یه به خوشکل هم اینجا دارن شاید با خودشون یدک بیکشن ولی چون نمیتونن اونجوری که بهشون گفته شده انجام بدن احساس گناه میکنن این در حالی که کلام خدا میگه خدا عیسی مسیح گناهان ما رو بر خودش گرفته آمین گاهی هم برخی از ایمانداران مسیح هستن که به جای میرسه که در آیت کلیسا رو ترک میکنن من در طی سالهایی که در ایمان بودم و در خدمت بودم افراد زیادی دیدم که مسیح رو ترک کردم در زمان مسیح هم اتفاق افتاد همه گذاشتن رفتن مسیح گفت شما میخواید برید به پتروسکو، به یعقوب به, به یوحنا گفت پتروس بود که در متی 15 برگشت گفت ما تو کجا بریم ولی بسیار رو ترک کردن بالای صلیب بسیار رو ترک کردن گاهی وقتا میبینیم که این افراد دفع از خدا دور میشن از جمع مؤمنین دور میشن که این سمه اتفاقا به دوستمون گفتم امروز که مشکل اینجاست که در اونجا که زندگی میکنه شما به کلیسا وابسته در کلیسا رو تو ایران بستن دیگه چون دائما نگرانن که نمیتونن استانداردهای خدا رو را رعایت بکنن میدونید میخوام یه خبری بهتون بدم ما هرگز نمیتونیم استانداردهای خدا رو را رعایت بکنیم ما نمیتونیم چون انسانیم و گناهکاریم و به فیض و احتیاج داریم به روح و احتیاج داریم برای همین کیسای مسیح گفت که لیکن چون روح قدوس بر شما آید من به روح قدوس احتیاج دارم شما به روح قدوس احتیاج فرق نمیکنه اتفاقا میخوام بگم هر چی بیشتر از ایمانتون میگذره احساس میکنید بیشتر به روح قدوس احتیاج دارید وقتی نوکیش هستید عیسی مسیح و کلیسای او بیشتر ما را خدمت میکنه وقتی از ایمان میگذره احساس بکنه که مسئولیت بالاست و باید بیشتر اون که خدا گفته را انجام بدیم پس از این جد ما نباید تفکر کردن و صحبت کردن راجب لطف خدا رو ازش قافل بشیم التفات لطف خدا فیض خدا چیزیست که ما مرتب براجبی صحبت کنیم ما از سالها در کلیسای ایران وقتی که بزرگترا موعظه میکردن خادمین میشیدم که ما فیض خدا چیه ما فیض خدا احتیاج داریم به لطف خدا احتیاج داریم یوحنا یکی از شاگردان مسیح هستش که در نامه اول خودش فصل ما میدونیم که انجیل یوحنا داریم رساله اول داریم رساله دوم داریم رساله سوم یوحنا داریم یوحنا در رساله اول خودش فصل سوم آیه اول یه نکته مهم میره نویسه می من برعکس هفته گذاشته میخوام که مراجعه کنید بیشتر بخوایم اینو با هم نگاه کنیم یوحنا چی میگه در ترجمه هزار نو میگوید ببینید به کی میگه به کریسا میگه ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم دوربین چرخونه یوحنا به طرف جایی که بسیار حیاتیه ببینید که ما فرزند خدا هستیم این لطف خداست و چنین نیز هستیم از همین روز که دنیا ما را نمیشناسه دو دنیا نمیتونه درک کنه اینا دیوونه اینا چی رجوع چی صحبت میکنن و برای همین که در زمان آخر مخالفت هم بیشتر میشه چرا که او را هم من همو اضافه کردم چرا که او را نشناختم چرا نشناختن پس ما را نمیشناسن تعجب نکنیم پس خدا توسط عیسی مسیح ما را فرزندان خودش میسازه و همچنین او پدر ما میشه در مسیح خدا پدر ما میشه من روز گذشته با دخترم این داشتم به تنیجان چشون خالیه یه خود خسته بودش اینا نتونست بیاد روز گذشته داشتم کارا میکردم که با بریم با هم قهوه بخوریم بودم چرا نه همه کارا رو جمع کردم لپتاپ گذاشتم اون برنامه گذاشتم اون خیلی سرم شلوغ بود دیروز مثل امروز پس گو بریم با هم صحبت کنیم بریم با هم قهوه بخوریم یه جایی بود که تا حالا نرفته بودم بچه‌ها جای خوب بلدن که با بعد هستیم رفتیم با هم دیگه نشستیم خیلی هم دنگل دنگل تو این کافی شاپ موسیقی و سرصدا و آدم‌ها و این حرفا صف طولانی بودش وقتی با قهوه میخوردیم یه چیزی مختلف صحبت کردیم خب ایشون یه خانم بالغ هستش دیگه تحصیل کرده گفت بابا برای برای فرزندات برای بچه ها چی فکر میکنی؟ شما فکر بابا در برابر دختری که تا دیروز بغلش میگه کوچیک بوده حالا میگه برای فرزندات چی فکر میکنی؟ چه فکری راجع بهشون داری؟ گفتم طبیعتاً فکر من فکر خوبیه. طبیعتاً چیزی خوب میخوام میخوام بچه‌هام اول با عیسی راه برن. اگر پدر مادر نیستید من فکر کنم ولی این آرزو هست برای شما برای خواهرتون برای برادرتون برای همسایه‌هاتون برای حتی ملت ما که می‌خواید که اونا با خدا زندگی کنن و دوم میخوام در زندگی شما موفق باشن در کریرشون در درسشون در اگر ازدواج بکنن در ازدواجشون و چیزی مخ... صحبت خیلی خوبی داشتیم بعد که من خونه گفتم تو نمیدونی من راجع به چی صحبت کنم اتفاقا همین مطلب میخوام صحبت کنم که خیلی مهمه اگر ما که والدین هستیم پدر مادر هستیم ما که هستیم به عنوان والدین زمینی فکر خوبی برای فرزندمون داریم چقدر بیشتر پدر کامل ما پدر روحانی ما و پدر آسمانی ما بیشتر ما رو دوست داره و فکر عالی داره من خیلی چیزها رو بعد از ایمانم در رابطه با ازدواجم و تربیت بچه ها در طی زمانی که از زندگی مشترک میگذره با بچه بزرگ هم بزرگ شدم یاد گرفتم و یاد میگیرم هنوزم خیلی از وقت‌ها به جای میرسم که میگم خداوند من به فیض تو احتیاج دارم و یاد میگیرم که اینقدر محبت او بالاتره که من خیلی پایین از اونی هستم که شاید فکر میکنیم بد باشیم بیاید با هم میگه این موضوع صحبت کنیم چگونه عیسی مسیح عمیقا نه فقط برای درد ما فکر میکنه بلکه عمیقا برای ما احترام و ارزش و اهمیت قاله برای این موضوع برای اینکه بی خودم کتاب بریم جلو بریم مرقس به قول به عزت دوستان میگفتم مرقس 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 بار به بخش فست پنج باز کنید لطفا که دارم هستتون رو هم که آنلاین هستید هم کاره بکنید مرقس باب پنج ماجرای جالبی اینجا می نویسه ولی من میخوام آی آیه 21 به بعد صحبت کنم اول قرارت بکنم براتون که بدونیم ماجرا چی هستش اینجا دوستان عزیز و بزرگوار ما در کتاب 1009 اسم قسمت گوشتن دختر که از رئیسان و زن بیمار خب برای ما مرقس میسه عیسی بار دیگر با قایق پیدا کرد دیگه آیه 21 عیسی بار دیگر با قایق با آن سوی دریا رفت عیسی بارها از این کارا میکنه در کنار دریا که من اونجا رو نزدیک دیدم جمعیت انبوه نزدیک گرد نزدش گرد آمدن یکی از رئیسان کنیسه که یایروس نام داشت نیز با آنجا آمد و با دیدن عیسی به پایش افتاد ایشون یه رهبره یه م... کسی شناخته شده سر پای عیسی میفته و التماس کنان گفت دختر کوشکم در حال مرگ است مهم نیست تو چه موقعیت اجتماعی هستش این آقا چه سنشیه چیه بچهش تو مشکله هر کاری میکنی شما هر قدم بندیم یه دوستی داریم که افغان هستن نمیدونم اگه نگاه یا نه چند روزه می ما از افغانستان فرار کردیم پاکستان هستیم دخترم احتیاج داره تو رو خدا کمکم کنه حالا من هم این دو سه روزش مشغول بودم در جوابش ندادم ولی به پای اصلا فکر نمی‌کنه کیه مرد دوستش دارن دوستش ندارن ولی به پای عیسی میفته التماس کنان میگوید دختر کوچکم در حال مرگ است تمنا دارم آمده دست خود را بر او بگذاری تا شفا یابد و زنده بماند پس عیسی با او رفت عیسی بلافاصله گوش میکنه ما راجع چی صحبت میکنیم عیسی برای دردهای ما احمد قاله. فکر نمیکنه ببین از قبل من تماس نگرفتی من بعض وقت آدما شب روز زنگ میزنن میگم اصلا رعایت نمیکنن امروز هم بریم نهار میخوریم هی زنگ میزنن هی زنگ میزنن رعایت نمیکنن ولی عیسی اینو نمیگه نمیگه برو از منشین وقت بگیر برو با پترو صحبت کن برو با یوحنا صحبت کن که من خیلی نزدیکه بلکه میگه چیکار کرد خیلی ساده می نویسه آیه 24 میگه عیسی با او رفت گروه بسیاری از پیسا به راه افتادن براشون جالبه که عیسی داره این کارو میکنه آنها سخت بر او ازدهام میکردن تو این گردار در آن میان زنی بود که دوازده سال دچار خونریزی بود حالا عیسی داره یه کاری رو انجام میده میخواد برای یک نیازی بزرگی بره طرف داره میمیره شوخی نیست ولی یه خانومی رو میبینه که چه اتفاقی براش داره میفته دوازده سال دچار خونریزی هستش آیه 24 بیستو, چهار. بیستو, چهار. بیستو شیش. او تو خود خدا چاپ بزرگ بنویسید او تحت درمان طبیبان بسیار رنج فراوان کشیده و همه های خود را خرج کرده بود این آقای رئیس این خانومی کسی که همه داروهاشو خرج کی کرده درمان خودش کرده او تحت درمان طبیبان بسیار رنج فراوان کشیده و همه دارایی خود را خرج کرده بود اما میتونه بهم اما نه این فایده اما ها میگن اما اما به جای آنکه بهبودی بیابد بدتر شده بود خیلی جالبه تلاش کنی کار بکنی زحمت بکشی سراغ این بری به این امید بندی به این دل بندی یه باید بکنه ولی بدتر بشی فکر میکنین اگه دکتر من ما این کار کنه کار میکنم عوضش میکنم نه دکتر اتحاد نشنم به کلام بکنه دکتر خیلی خوبیه ها دکترش عوض کرده بود دوباره رفته به دیگه بدتر شده بودش آیا چون درباره عیسی شنید خیلی چیزها اتفاق افتاد برو پیش این دکتر برو پیش این شخص برو پیش این شخص اما چون در مورد عیسی شنید این اما ها رو من دوست دارم درباره عیسی شنید از میان جمعیت به پشت سر او آمد جمعیت دارن میرن همه رو میزنه کنار میره به سوی عیسی و ردای وی را لمز کرد و بدونید در چه وضعیت اجتماعی هست یه خانوم اونم مریض اونم بیمار لاعلاج در برابر جمعیت بزرگ اومده چیکار میکنه ردای عیسی دست میزنه شما میگی خب لباس شده دست چیکار کرد ولی از نظر فرهنگ و شرایطی که در اون زمان بسیار کار خطرناک کرد میتونست باعث بشه که مذهبی باش رفتار بدی بکنه ولی کار رو میکنه حالا من میخوام این آیاتو باز کنم فقط توضیح میدم چه اتفاق داره میفته زیرا با خود گفته بود اگر حتی پیش خوش فکر کرد حتی بره ردایش دست بزنم شفا خواهم یافت بعضی با ما تماس میگم میگم شما فقط دعا بکنید میگم آخه شما من معمای روشی دارم شما ش... مسیح هستی بله شبان نداری چرا پر به شبان دو دعا کنه بعد معمولا من سخت میگیرم بعد میگم اش دعای شما چه زیگه است اونم دعا که شما دعا کنید پیش خوش فکر کرد که بز یکی هم دست بزنم ولی به نظر میاد اتفاق عجیبی داره میفته چون بعدا که میخونیم ماجرا میبینیم که او پیش خیلی رفته بود ولی این نفعی کار دیگه داره میکنه اینگاه یه قدای مدرم میداره که هیچ تجربه هم نداره راجعه. فقط یک چیزی او را میکشه به سمت یسای شفا دهنده نجات دهنده که بهش میگیم ایمان پیش خوش گفت حتی اگه دست برداش بزنم شفا خواهم یافت در همان دم خروزی او هم قطع میشه چند نفر میگن کلام خدا میگه طبق ایمان ما داده میشه ها اگه فکر کنی نمیشه خب نمیشه دیگه دوستانی هستن مخالف بعضی از روحانی هستن خب موافق نیستید خب نیستید چیکار تو کنم دیگه ولی کسی هست مثل بچه دریافت میکنن دوباره امروز ما تو خونم این روزا همش چیزای روحانی صحبت میکنه دخترم میپرسید که آیا واقعا عطای روحانی مثل نبوت کردن و چیزی دیده میشه در بین مردم پس طبق ایمان شما اتفاق میافته در همان دم خروزی و شد و در بدن خود احساس کرد از آن بلا شفا یافته است مرقس خوب بنویسه ماجرا رو عیسی در حال دریافت در حال دریافت که نیروی از او ساده شده است پس در میان جمعیت روی گردان و پرسید چه کسی جامعه مرا لمس کرد میدونید که عیسی مسیح از همه چه خبر داره اینجوری هم نیست که نفهمه و غروب هست ولی اینجا باز یک کار عجیبی ایسا میکنه میگه چه کسی من لمس کرده اونم جامعه منو بسیاری این کار کردن نه شاگردان میگن که میبینی که مردم در بر تو ازدهام میکنن آنگاه میپرسی چه کسی منو لمس کرده خب معلومه یه نفر دستش خورده به تو ما اینجوری حرف بیزنیم گاهی وقتا اما عیسی به اطراف مینگریست تا ببیند چه کسی این کار را کرده است پس آن زنگ که میدانست بر او چه گذاشته ترسان و لرزان آمده به پای عیسی افتاد و حقیقت را به تمامی به او گفت گفت واقعیت چی بوده عیسی به او گفت دخترم ایمانت تو را شفا داده است بگیم به حضور خدا ایمان من به تو که شفا دهنده من هستی خدای من هستی فراهم کننده من هستی میتونه دردهای منو برداره کلام خدا در اشعیا 53 میگه های ما رو بر خودش گرفت غم های ما رو بر خودش گرفت گناهان ما رو بر خودش گرفت عیسی همه چیزهای ما را که منفی بودن بر خودش رو صلیب گرفت کار بسیار بزرگی کردش عیسی به وی گفت کرده به سلامت برو و از این بلا آزاد باش خب او هنوز سخن میگفت که عده‌ای از خانه یایروس رئیس کنیسه آمدند و گفتن دخترت مرده است باز دوباره پارادوکس یه نفر خوب میشه یه نفر میمیره دخترت مرده است گفتن این اتفاق افتاده دیگر چرا استاد را زحمت میدهی عیسی چون سخن آنها را شنید به رئیس کنیزی گفت مترس ما خیلی دردا داریم در زندگیمون نه عیسی چی میگه میگه مترس عیسی نمیگه ای وای دردت به جونم بخوره چرا اتفاق افتاد بهتر میشه میگه ما ترس این در اغلب اوقات در بدترین شر در سختترین شر عیسی اینو به مردم گفته ما ترس که پر از این چیزا کلام خدا میگه ما ترس ما ترس ها امروز خدا به بعضی از ما داره میگه نترس فقط در برعکس ترس فقط ایمان داشته باش و اجازه نداد جز پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب کسی دیگر از پی او برود چند تا آیه خوندیم آیه 43 بعد بخونیم درسته خب بریم جلوتر پس داخل شد با آنها این دید مردم دارن قوقا میکنن و خیلی ناراحتن که بچه مرده طبیعه ایسا چی میگه دختر نمرده بلکه در خواب است اما آنها به او خنیدن دیوونه بچه مرده نگاه کن نفس نمیکشه داره چی میگه پس اینکه همه آنها را بیرون کرد پدر مادر و دختر و همچنین شاگردان که همراهش بودن خود برگرفت و به جایی که دختر بود داخل شد آنگاه دست دختر را گرفت و به گفت تاری تا کم ها؟ یعنی ای دختر کوچک به تو میگویم برخیز مرقس شادت میده او بیدرنگ برخواست و راه رفتن آغاز کرد آن دختر دوازده سالش بود آنها از این واقعه شگفت زده شدن و دیسا میگه فعلا نگید به کسی کار خداوند ما عجیب و غریبه ماجرای جالبیه اغلب شما رو خوندید ولی من خواستم دوباره بگم چرا چون خیلی از وقتها خیلی وقایع اتفاق میفته یکی میگه ببین بچه‌م داره میاد میمیره یک اتفاق خیلی سختی داره صورت میگیره بیا کاری بکن ولی عیسی گوش میکنه در که میخواد مانع مرگ این بچه بشه شاید هم مخصوصا این کار میکنه سب میکنه که این بچه بمیره بعد بره زندهش بکنه ولی در این حال شخص دیگه هم که نزو هست از یه ماجرایی شاید کمتر با مشکل روبرو رو بودن دچار هستش اون رو هم حقیر نمیشماره ما اگر وقتا فکر میکنیم که عیسی مسیح مثلا براش مهمه که نفر سرطانی شفا بده ولی چه فایده چه, چه اشکال داره حالا کمر درد من چیزی نیست سر درد من که اینقدر اهمیت نداره یا کاری که از دست دادم اهمیت نداره عیسی میخواد مشکل همه افراد رو اونطوری که هستن در سختی ها هستن رو بتونه جواب بده اما عیسی میخواد در میان سختی ها ما چی بگه چند نقطه راجع این صحبت کنیم مثلا سه نکته پنج نکته رو میخوام بگم سه نکته جلو من البته اولین اول چیزی چیز که عیسی میخواد در دردها به ما بگه که ما بشنویم که عیسی چه سخنی میگه که عیسی میخواد بگه که فرزندم دخترم پسرم که در مشکل هستی تو تنها نیستی تو تنها نیستی به عبارتی من دارم میبینم که تنها نیستی من کنارت هستم به طور مثال میتونیم موضوع در ماجرای سه جوان در کتاب دانیال ببینیم که به نام شدرک، میشک عبد نقو میبینیم شون سه کرکتر جوان که در کتاب دانیال باب سه میگوید که آنها تعظیم کردن و پرستش کردن در مقابل تمثال نبوکت نصر من میگم نبوکت از قرم نبوکت نصر پادشا امتناع میکنن و برای این سرکشی از پادشا به کوره آتش انداخته میشن اونا ناتعتی میکنن به عبارتی ترجیح میدن که اراده خدا رو انجام بدن خدا رو پرستش بکنن بفرمایید مهم چه اتفاقی براشون میفته با اینکه می که حکم انجام ندادن و اطاعت نکردن پادشاه و عبادت نکردن مجسمه او مرگ هستش اونا رو به کوری آتش میندازن تا مجازات بشن به عبارتی گاهی وقتی همچین ماجرای ماجرای کانون به نظر میرسه اما واقعی مهمی بوده در آیات 24, 24 25 یه اتفاق عجیب میفته سه نفر برای خدا میستن می اما در حین که پادشاه داره میبینه که این سه نفر در کوری آتش ناختن داره به چشم میبینه اتفاق عجیبی رو خود پادشاه میبینه آیه 24 و 25 نگاه کنه باب سه دانیال میگوید دوباره ترجمه ازانه رو آنگاه نبوکد نصر پادشاه در شگفت شد و شتابان از جا برخواسته از مشاوران خود پرسید یه یعنی دو دوربرش بودن مش... مشورت بهش میدادن آیا سه مرد نبستیم با درون آتش نفکندیم آنها در پاسخ پادشاه گفتند درست از پادشاه ها گفت اما من چهار مرد دارم میبینم که رها از بند ها در میان آتش گام میزنن اینا رو بسته بودن گوشتن تو آتش ولی اینا سه نفر نبودن چهار نفر بودن داشتن تو آتش را میرفتن فکر شو ما که همونجا خودمون خودم سکته میکنیم اگر چیزی ببینیم هرچی ماجرایش گفتن گیزی رو و گزندی به ایشان نمیرسید دستون به آتیش خورده خانم‌ها بیشتر این تجربه دارن این چیزی تاول میزنه اینا تو آتیش دارن راه میرن هیچ اتفاقی براشون نمیفته ولی جالب چیز جالبتر اینه جالبتر اینه که دانیال توضیح میده که سیمای چهارمین شخصی که با این سه نفر راه میرفت چی بودش شبیه پسر خداست خود آقای نبوکدنصری داره میگه خیلی جالب یک بی حرفو میزنه خدا در آتش و در بدترین شرایط کنار ما هستش میتونی میگم آمین؟, آمین اونایی که در آتش دارید قدم برمیدارید در مشکلات دارید قدم برمیدارید بیشتر باید بگید آمین قویتر باید بگید چون خدایی که با شدت که ابد نبود در آتش ایستاده در مشکلات ما کنار ما هستش من یادم کشیش ویکتور میگفتن که وقتی در زندان افرادی بودن یا مرد خدا شبانه بنده برای سالها و دوست خوب ما ایشون میگفتن که وقتی من منو سلول انفرادی ناختن میگفتم چرا اتفاق افتاده که هیچکی نیست دیگه نه همسر هم هست نه بچه هم هستن نه اعضای کلیسا که میگفتن بعد از ویکتور بعد ویکتور شاد هستن ولی من تنها چیکار میکنم تو این اتاق این که تنهایی میگه برای چند دقیقه بعد از مدتی حضور عیسی مسیح دیدم و تا روزی که من در انفرادی بودم عیسی مسیح با من بودش هللویا که هیچ دیباجی نمیگفت بسیاری از مردان خدا چنین شادتی قوی دارن بله خدا به شما در سختی ها در تنگی ها در درد ها میگه من با تو هستم نه تنها نیستی دوم خدا در دردها و سختی ها به ما چی میگه به ما میگه که من میدونم چه احساسی داری الان چیزی که در قلب شما در اون ته ته دل شما هست که هشکی نمیبینه خودت هم نمیبینید عیسی داره میبینه شما نمیدونید تو فکر من چیه خدا شکر نمیدونید اونو عیسی میبینه عیسی اونجا هست حس میکنه آیا حالا شده در به حالت موقعیت دردناک قرار گرفتید با کسی صحبت کنید متوجه بشید متوجه بشید که طرف مقابل دقیقا همون چیزی که شما به اون روبرو هستید پشت سر گذاشته خیلی اتفاقا اینجوری افتاده نه این هم از همین موقعیت گذاشته من یادم این که وقتی بچه ما در ترکیه فوت کرد به دنیا ما فوت کرد وقتی برگشتم ایران برادر عزیزی که برادر بزرگ ما هستن نمیدونم تماشا یا نه بلا همسرش من رفتم ایشون رو بغل کردم گفتم میدونم چی داره میکشه من برام سخت بود در ترکیه در تنهایی میدونم که برای شما و همسر شما این ساعت سختی هستش عیسی اینو میفهمه عیسی به این زمین اومد که مثل ما زندگی انسانی داشته باشه با توجه به که ما در اون بزرگ شدیم احتمالا مورد قضاوت قرار گرفت نه شرقی این کار زیاد میکنن و خیلی راجبش صحبت کردن مثلا اگه بخوایم راجع عیسی مسیح فکر کنیم او پدر مادرش که در زمان تولد او مانند سایرین ازدواج نکرده بودن ما نگاه میکنیم میگیم مریم رو خداوند ملاقات کرد و عیسی از او به دنیا اومد در اون فرنگ خیلی سختی بود گفتن چی شده که این بچه به دنیا اومده مورد خیانت دوستان خودش قرار گرفت عیسی مسیح خانوادهش که او رو درک نمیکردن حتی برادرش رو درک نمیکردن بچه مریم و یوسف به دروغ متهم شد احساس رها شدن از طرف خدا داشت ها پدر من ترک کردی با مرگ وحشتناکی درگذشت و کلام خدا نشون میده که او بسیار بسیار مثل ما از سختی ها عبور کرد میخوام یه آیه دیگه با هم نگاه کنیم عبرانیان باب چهار رو باز کنید یکی از قسمت خیلی خوبیه که من دوست دارم در کلام خدا ابرانیان قبل از کتاب یعقوب باب چهار بله آیه 15 و 16 این گونه میگوید نویسنده ابرانیان حالا هایی که بوده ما دقیقا نمیدونیم بعضی میگن پولس بوده بعضی میگن اپولوس بوده فرقی نمیکنه کیه چون رو, رو صحبت میکنه باب چهار آیه 15 و 16 راجع به عیسی صحبت میکنه میگه زیرا کاهن اعظم که قبل از این آیه راجع به عیسی صحبت میکنه که او کاهن اعظم و مخاطبین و موقع میفهمیدن در چی صحبت میکنه کاهن اعظم کیه چنان نیست که نتواند با ضعف ما هم دردی کند بلکه کسی است که از هر حیثیه از هر حیث از هر حیث اکو دارم میدم بهتون همچون ما وسوسه شده است شنیدید بگن که عیسی مسیح خدا بود و پس دیگه حالا مثل ما که نیستش که او, او از سختی ها به راحتی عبور کرد و گناه نمی کرد از هر وسوسه از هر حیثی وسوسه شد بدون اینکه گناه کند پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم ابتدا راجع فیض صحبت کردیم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاریمان دهد هنگام نیاز ها من نمی آقا کی اونجا نشسته هنگام درد ها نزد او بیایم که در چه اوقات او ما نزدیک بشه جالب جاست که در سختی ها مردم خیلی از وقتها از خداوند فاصله میگیرن به که بیشتر نزدیک بشن کلیسا نمیرن چه نیامدی هاشون نشتم ناامید بودم بسرگ... دلم شکسته بود نه اتفاقا بعد بریم حضور خدا سوم درد شما شما را به مقصدی هم میبره این چیزیست که عیسی میخواد به ما بگه خیلی از وقت ما اون نمیفهمیم در این شرایط ها نمیفهمیم ولی درد ما خیلی از وقت ما رو به یک مقصدی میبره ما رو درد صحبت نمیکنیم خودمون بانیش بودیم خیلی از وقت اون دردارم عیسی مسیح برمیگرده چون کلام خدا میگه که او همه چیز رو به خیریت برمیگردونه یکی از مواردی که اغلب افراد در درد تو تجربه میکنن اینه که چرا برای من بعد اتفاق اتفاقی بیفته میگه من چیکار کردم من که خدا رو خدمت میکنم یک دوستان که این روزا بیماره و براشون دعا میکنیم وقتی از خواب پا شدم دیروز یا پیروز بود بلا فاصله به ذهنم اومد که این مرد خدا شاید داره میگه که من که نمیتون خدمت کنم چرا برای من برای اتفاق بیفته نه اگه شو حرف ولی این به دل من اومد براش دعا کردم خیلی از وقتها ما احساس بیهودگی میکنیم چرا برای من البته باید بدونیم که این خدا نیست که همیشه مسبب خیلی از این دردا هستش خیلی از این کارا ما کرده میکنیم نه کسی که داره با سرعت رانندگی میکنه احتمال تصادف داره جریمه شدن داره خیلی اتفاقات خوب بد نمیتونه خوب نمیتونه براش اتفاق بیفته خیلی از این دردها که ما داریم تجربه میکنیم تقصیر خدا نیستش اما او موقعیت های سخت رو برای نشان دادن محبت و جلال خودش کار میکنه به کار بره. من اینو تجربه کردم در 13 سالگی وقتی پدرم فوت کرد خواهرم سالا بعد سه سال بعد که با مسیح آشنا شدم بعدا فهمیدم سخت بود خیلی سخت بود هنوزم سخته هنوزم برای من سخته که بتونم بگم حالا ایزا نیستن که نیستن بعد چلو خورده ایسا ولی بعدا فهمیدم کار خدا عجیبه خیلی از وقت ها ما روزا دعا میکنیم برای ایران خداوند ایران رو عوض کن این تحریم چی میشه مردم گناه دارن آره گناه دارن تفلکی ها ولی گاهی خدا اجازه میده اتفاقا بیفته چون عده زیادی که امروز به مسیح ایمان میارن خیلی از اینا از سختی ها عبور میکنن خیلی از ما از عزیزانمون دور هستیم از شرط نرمال دور هستیم جوانان خانومانی که در ایران در اذیت میشن خاص خدا نیست اشتباه نکنه ولی خدا از اینا استفاده میکنه به طور مثال خدا از اونا استفاده میکنه تا ما به او نزدیک تر بشیم دوم قرنتیان نه اول قرنتیان دوم قرنتیان باب هفت تا ده اینه میگه چون اندویی که برای خدا باشد دردی که برای خدا باشد موجب توبه میشود که به نجات بیانجامد و پشیمانی ندارد اما اندویی که برای نجات است برای دنیاست مرگ بار میاره پس اون اندویی که ما در دنیا در واقع جورایی انسان ها درست میکنه خودم درست میکنیم به عبارتی هیچ کار میکنه اندوه میاره درد میاره ولی اون چیزی که خدای زمین دیگه اتفاق بیفته مردم یه نسل یک جنریشن یک ملت به توبه در بیان چیزی که خواست خدا ازش خدا همچنین دردهای سخت زندگی ما رو به کار بره تا ما شبیه عیسی بشیم اتفاق در این چند سال گذشته برای من افتاده جاتون خالی نواشه. سختی که وجود داشته دیر راحت مردم میگن جا تو خالی واقعا جایی است که فریاد میزنیم کسی که من نزدیک هستم میدونن چی برای ما گذاشته درد هایی که به وجود میاد باعث میشه با خدا نزدیک تر بشیم باعث میشه با اون نزدیک تر بشیم راجع بچه همون گفتم خنوخ جان که در آسمان الان وقتی بچه فوت میکرد ما بیشتر به خدا نزدیک میشدیم من نازایی که تازه ازدواج کرده بودیم 24 ساله بود وقتی برگشتیم ایران همه میگفتن ایلاتون عوض شده. سختی ها باعث میشه ما نزدیکتر بشیم به خداوند رومیان 8 28 تا 29 این رو میگه حتما بعدا بخونید چهارم خدا در دل دردها به ما میگوید که درد تو به زودی تمام خواهد شد از کجا فهم خدا نمیگه کلام خدا رو بخونید بالاخره جو تمام میشه من یادم دوست خوبم که ما کارهای دوبله باشون میکنیم ایشون ایرانی نیستن وقتی خانمش بعد از 19 ماه جنگیدن با ساعتان فوت کرد رفتیم و بعض از ایماندارای کلیسا مراسم ختمشون به احترام بذاریم این آقا خب اومد بالای منبر گریه گرفت دل شکسته بود که همسرم دیگه با من نیست یه چیز جالبی گفتش من این خانم دیده بودم کلیسا هم با هم اومدن موزه کن کلیسا صفی آمسی این خانم آقا برگشت گفت گفت یه چیزی میخوام بهتون بگم عیسی مسی شلی رو شفا داده مطمئنم خیلی چششون اینجوری شد چون شلی فوت کرده چون شلی از این جس بیرون اومد در نهایت شلی شفا پیدا کرد الان شلی در آسمان بدون هیچ اثری از سرطان هستش پس گاهی وقت ما نمیفهمیم بازم سخته ولی عیسی میگه بالاخره تو تموم میشه در کیس ایوب اتفاق افتاد بالاخره دردش تموم شد و باب به چلی دو کتاب ایوب کنم بیش نمی که گفت من ایوب دارم میخونم در کتاب ایوب دخترم میگفت دوباره کتاب ایوب ما میخونیم که باب 42 دردها و پایان میپذیره بچهش فوت کردن بچه بیشتری خدا بهش میده محصولش رو ها و قلاش از بین رفته بودن ولی خدا بهش دو چند برابر میده ایزان گاهی وقتا ما بدونیم که درد انتهای داستان نیستش یاد گرفتیم دوست داریم سریال ایرانی آخرش من این روزا راجع به برنامه تلویزیون راجع به دلشی که صحبت میکنم دیروز سرچ میکنم که میگن چطوری از حالا روانشناسن چه نمیدونم متخصصی هستن توی گوگل نمیشتون چگونه از فیلم ها و سریال هایی که آخرش با تراژدی تمام میشه از درد اون آزاد بشید گفتم ببین کجا رو فکر میکنن مردم ولی واقعیت اینه که انتهای داستان همیشه ترخیستش رومیان هر شیجده اینو میگه در نظر من پولس میگه رنج های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچ هست مردی داره این حرف رو میزنه که از سختی ها عبور کرده از زیمانداران، از بیمانان، بی از یهودیان، از رومی ها از همه طرف شکنجه شده ولی میگه در نظر من رنج های زمان حاضر در قیاس با جالب که در ما آشکار خواهد شد هیچ هست ما بدونیم که انتهای توکل و اعتماد ما به خداوند انتهاش برکت خواهد بودش چه بروی این زمین چه در آسمان که خیلی برای زمینم برکت چه گرفتم و سرعت باد میریم پنجمی رو میگیم خدا در دردها به شما میگوید یک چیز بهتری در راه است یک چیز بهتری مشکل میدونید چیه ما از خدا یه چیزی میخوایم و میخوایم موافق اون چیزی که ما فکر میکنیم و ما عطا بکنه و چون نمیگیریم احساس میکنیم چه خدای بدی داریم شاید احساس میکنیم چرا خدا این کار نکرده ولی وقتی دعا میکنیم باید مطیع اراده او هم باشیم یعنی حاضر باشیم آنچه که او میخواد اتفاق بیفته چرا چون او پدره چرا چون اون چیزایی میبینه که ما نمیبینیم چون او در گذشته و حال آینده هستش آمین بیاد داشته باشیم که هیچ که کلام خدا فرمود که در آسمان هیچ دردی نخواهد بود نهایت کار اینه آخرش اینه من میخوام این سوال بکنم با این تمام بکنیم آیا شما الان درد دارید شاید نخواهید دستون رو بلند کنید لازم نباشه سرم برای می پایین آیا شما رنج برید بله درد خیلی بده چیز خوبی نیستش اما یاد اون باشه ما فرزندان خدا هستیم ما محبوب خدا هستیم و اگر با دقت گوش کنیم به کلام خدا ممکنه که فقط خدا رو بشنیم که داره زمزمه میکنه در اون دردها در اون سختی ها که هیچ صدایی جز مرگ و چیزهای منفی وجود نداره به ما میگه تسلیم نشو تسلیم نشو اینه پتروس در رساله اولش با 56 تا 11 میگه حتما بخونید اینو ولی میخوام با هم دعا بکنیم همونجور که هستید نه میخوام بیستید نه میخوام دست بلند کنید خدا از دلهای ما خبر داره هر کس خودش رو به حضور خدا بره مثلا کسانی که خودش خودشو دردمند میبینن مثلا کسایی که احساس میکنن که بردن تو تو شرط من چیه خدا رو شک من نمیفهمم ولی خدا رو شک میکنم که عیسی میفهمه خدا رو شک میکنم که من نمیفهمم که نمیتونم کاری انجام بدم براتون ولی خدا رو میکنم که اون میفهمه که میتونه کاری انجام بده براتون میخوام چند لحظه به عیسی فکر کنیم چند لحظه به عیسی فکر کنیم نمیدونم این پیامو کیا شنیدم نمیدونم این پیامو کیا خواهند شنید ولی امیدوارم ایران بشنوه امیدوارم افغانستان دردمن بشنوه امیدوارم که اونه که شنیدن اگه در درد هستن اگر در مشکل هستن به او اعتماد کنن اگر در درد نیستن روزی در درد خواهند افتاد در این دنیا دردها خواهد بود اگه برای عیسی بود برای ما هم هستش در اون ساعت اینو بیاد به دعا میکنم در درد بیفته چون درد چیز خوبی نیستش ما را ایرانی ها میگیم که دشمن دین رو بینه خوب نیستش ولی که درد من هستید اگر در دل خوره هستید اگر فهم کنید کار از کار گذاشته هیچ که نفهم نیفهم شوهر هم من نیفهم. چه برسه به خدا بچه هم هم نیفهمن خوهر هم نیفهمن پدر مادر هم نمیفهمه هیچ که نمیفهم شبان که اصلا نمیفهمه شبان همیشه کسی که همه سرش شکسته میشه ولی یک نفر میفهمه اون یه نفر الان اینجاست او یه نفر کنار شماست او یه نفر الان پشت سر شماست او یه نفر جلو شماست او یه نفر هم در آسمان در دست راست خود پدر برای شما داره شفاعت میکنه پس به اون بگید او کسی نیست جز عیسی بگو عیسی جان ایسا جان تو درد منو میدونه این اتوبان جنوب کالیفرنیا اگه زبان داشتن میگفتن این لاتان چقدر شیشه ماشین پایین کشیده فریاد زده گریه کرده ایسا شنیده ایسا میشنوه گر خسته ای دلت پرز اندوه به ایسا بگو نمیدونستید من میخوام پیام بگم من نمیستم شما میخوام سودو بخونید ولی کلام خدا داره میگه ایسا میشنوه خدایی که به ما گوش داده میشنوه خدایی که روز صلیب برده و زنده شده روز سوم خدایی که به برمیگرده هللویا کاش که ما بباشیم و ببینیم اون صحنه پرجلال ولی میبینیم حتی که در آسمان باشیم میبینیم با او برمیگردیم او میفهمه بگو ایسا جان درد بندم ایسا جان شکسته هستم عمق جراحت که در قلب من خیلی بالاست اون دردی که در قلب من خیلی بالاست هیچ کی نتونسته کاری بکنه ولی تو میتونی خداوندم دردم رو به حضور تو میارم بگید به عیسی حتی اگه بعدا داری پیام میشنوی به عیسی بگید تو میشنوی درد منو تو میشنوی چگونه منو به مردم تحقیر کردم تو میشنوی چقدر دیگران برای من ارزش قائل نبودن چقدر ما بچه رو کوچک کردیم چقدر دیگران رو تحقیر کردیم با لطیفه ها و به هوایی که داریم میخندیم ولی امروزشون میده چقدر مردم ابیوز شده هستن. مردمی که سر یه ورزش به جون هم میفتن کتا کاری میکنن مردمی که تا یه نفر ترمز میزنن ماشین میپرن بیرون دعوا میکنن مردمی که راه راه دادگاه رو پر کردن نه در ایران در همین جا در همین آمریکا مردمی که در فریاد میزنن که میشه از دست این حیولا من خلاص بشم مردم که دارن فریاد میزنن این درد من اینقدر سخته هیچ که نمیفهمه دکتر نمیتونه کاری بکنه این دارو داده کسی نتونسته کاری بکنه عیسی میفهمه بگو ایسا جان با دردهام نزد تو میام فیلم بازی نمی کنم که همه چی خوبه نه دلم رو تو باز میکنم نمیگم همه چی خوبه بلکه میگم دردمندم به تو محتاجم مهم نیست تو چه پوزیشن اجتماعی هستی چه چه موقعیتی هستی به ایسا بگو به تو محتاجم ایسا عمیقا تو رو میفهمه عمیقا برای تو اهمیت قائله اینقدر برای تو عمل قاله که آسمان رو ترک کرد به زمین آمد کلام خدا میگه عیسی قلبم رو به تو میدم عیسی زندگی به تو میدم عیسی دردهای گذشته دردهای های نهانی که خودم خبر ندارم دردهایی که نمیدونم چرا تو زندگی من اتفاق افتاده همه رو به تو میدم عیسی جان بگید به عیسی. میخوام بیای تو مرهم بگذاری با خون مبارک خودت میخوام بیای شفا بدی عیسی جان به شفای تو احتیاج دارم به, به فیض تو احتیاج دارم به تو محتاجم متشکرم که دعای منو میشنوی متشکرم که کنار من خواهی بود متشکرم که من آزاد بگو. کلام با من میگه من رستگار خواهم شد و برای بابت این من موضوع بسیار شکر گذارم چون خدای عظیمی دارم چنانکه سرایلیم خدای عظیمی دارم خدایی که قادر به انجام هر کاری که من نمیتونم کاری بکنم دیگر نمیتونم کاری بکنم از این تمام جلال به تو میدم ایسای مسیح خداوند تو خداوندی هستی که من به چه احتیاج دارم خانوادم بهش احتیاج دارن اطرافیانم به تو احتیاج دارن کسی که خدمتشون میکنم به تو احتیاج دارن دنیای من به تو احتیاج داره این خداوند عزیز تمام جلال به تو خدا باش که نام تو معروف بشه در بیان دردمندان محتاجان ایرانی ها, افغان ها. هر بنی بشری خداوند است. حتی اون عزیزی که الان در بیمارستانه حتی اون عزیزی که در کما هسته خداوند چون تو خدای قادر مطلق و وفاداری هستی متشکریم و در نام قدوس و پر جلال عیسی مسیح که صاحب جلال هستین دعا رو میکنین ای با هم بگیم آمین 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 حتی اگه بعدن این فیلمو تماشا میکنه بگید آمین چون خداوند میشنه آمین یعنی بله خداوند شما برکت بده هفته بسیار پربرکت داشته باشید خیلی ممنون بردارم هفته بسیار پربرکت داشته باشید برم برمیگردیم هفته دیگه یک شنبه در خدمت تو خواهیم با قوت جلال نام خدا را ستایش بکنیم و به حال کلام خدا میشه چهارشنبه ما از طریق زوم با خادمی جمع میشیم میتونید تشریف بیایید اگه زومی هستید و خوشحالی باشید. با شما مشارکت خواهیم داشت برکت تو بعد